هر حال دیگه خیلی هم که با سگاشون حال میکنن، سگاشون رو میارید، سگام درد سریه. من باید یک چیز بگم دوستان، ممکنه اینی که بگم خیلی خوششون نیاد، چون دیروز من حتی با دوستای خودم، به فامیل خودم گفتم، همشون با من مخالف بودن. به نظر من یه خانوم دیدم چند روز پیش که داشت گریه میکرد، فوش میداد به چند تا مامور که اومده بودن تو پارک، متوجه چی میگم، و سگا رو جمع میکرد، سگای ولگرد. من سینو برم که نترسن از من، سگای ولگرد. بعد خانومم گریه که من به اینا غذا میدم. آره عزیز من، شما می غذا میدی، اما این هم یاد نرک در ایران 90% مردم از سگ میترسن. حتی بنده که 50 سال ایران نیستم، هر روزم سگ، حتی خودمو از بچگی تو ایران سگ داشتیم تو ایران، ولی از سگ آقا میترسم. بعضی از اینا قیافه‌ای دارن که نگاه میکنه یک بار میکنه نصف عمرمو بر فناس. اینه که این خانم گریه میکنه من به اینا غذا میدم، چرا میبریم بی مصبا بی دینا؟ خب چیکار کنیم بابا، خیلی هم میترسه، یارو میخواد با بچهش به تو پار. سگای ولگرد هستن، شما چه میگین سگ ولگرد که گشنه است؟ الان چه کاری میتونه بکنه؟ اگه بپره یکی گاز بگیریم کلشو بکنه، کی میتونه جلوشو بگیره؟ بعد یه حرفای بی خودی و حیوان دوستی. آره شما باید هم و غمتون بر این باشه که این سگا جمع شن، ببرن یک جاوسشون درست کنن، اونجا نگرشون دارن. ولی سگ ولگرد اجازه نداره تو خیابون تو پارک باشه. من الان تو همین اروپا 60 سال که 47 سال اینجا، یک سگ ولگرد ندیدم. حتی اونی که سگ دارن قانون تو همین وین که شما وقتی هوای آزاد میری این سگتون باید پوزه بند داشته باشه، تو اوبان، تو تراموای، تو نمیدم تو مترو باید پوزه بنده. این نیست که شما با سگ هر دلتون میخواد راه برین. این سگایی که تو پارک ها ولگرد میچرخن، خرابکاری میکنن، کثافت کاری میکنن. شما خانم عزیز که گریه میگی من اینا غذا میدم، تمیز میکنم، شما که عشقت می این دو تا غذا میندید دست میگیری سر سگا و میری، متوجه چی میگم؟ فضولات اینا یکی دیگه باید جمع کنه. ترس اینا اون بچه‌ها دارن. اگه یک دفعه دید. حالا خیلی میگن تا حالا اتفاق نیفتاده. قول من خودم که ایران بودم ها، شبا خونمو یه خونه یک از دوست فامیلم یه جا بود میرفتیم اونجا میخوابیم، تهران اون زمان این بزرگی نبود، بغلش کومو بود. این زوزه سگا رو که میشنیدم و تا صبح از ترس خوابم نمیومد. اینه که اینجا شما الان ببین تو همین وین قانون گذاشتن، آقا شما سگ اگه خرابکاری کنه با کیسه جمع نکنی باید نمیدونم قبلا 36 یورو بود الان میگه شده 56 یورو، اینا باید پول بدی. اینجوری نیست که شما یک سگ بگیری نازش کنی. میگه یک فامیل ما سگ خرید 100 میلیون تون تو داری بهت سگ بخرید. بعد معمولا بچه است که نون نداره بخوره. وقتی ببینید 100 میلیون میدی سگ میخری، حیوان دوستی. اولا که کی گفته این حیوان دوستی؟ که شما همین که تو اروپا همیشه میگن شما سگ رو بیاری که وقتی میخواد بشاشه اجازه نده بعد خودش نگه داره که در روز یک دفعه، دو دفعه، سه دفعه صاحبش بیاد اینو بعد ببره بیرون یک دور خونه بچقی جیش کنه. این آیا حیوان دوستیه؟ این حیوانا میخوان راه برن، قدم بزنن، بچرخن، بدون. بعد شما اینا رو برداری بیاری توی خونه بذاری، یه خونه میگم اروپایی که واسه خونه کوچیکه، خونه که در جمع 40 متر 50 متر سگه از اون تخت به هر پای با این سگ رو ببری بیرون با همون پاهاش، بعد کثافت باز بگرد توی خونه بیاد رو تختت. خیلی میگه ما سگم پاهاش رو میشه، ما کی میشوره با ما؟ هر کی خونه هر کی رفتیم سگ داشته با سگش از بیرون اومد تو ندیدیم بره لنگای سگشو بشوره، اما چرت و پرته. خلاصه این ادا رو در نیارین، گریه کنی که این سگ. آره اجازه ندارن برن سگ بگیرن بخوشن، سگ رو جمع کنن ببر همین جام هست. سگی که تا شما یه جا میبینی یک سگ داره میچرخه، گربه داره میچرخه که صاحب نداره، زنگ میزنی به انجمن حمایت حیوانات، فوری با آمبولانس آژیرکشون میان و اون سگ رو میبرن. اگر که مریض باشه بتونن بهش میرسن، نه باید یک آمپول بشونه تموش بگه میره دیگه، ولی میده این خیابون که سگ هارشه به پاچه مردم رو بگیره. این حرفا رو خلاصه دوستان خوشتونم نمیاد قبول کنین، تو هیچ کار ما اگزاجرش نکنیم به قول انگلیسی ها، او بترمیم نکنیم به قول آلمانی ها. و الان دارم اینا رو میگم که یادم به چی بگم. آره مبالغه نکنین، مبالغه نکنین دیگه، حیوان دوسته. قربونیم سگش بیار بگه بچم اون دخترم پسرم، حتی چرت پرتا در نهاره مثل ما عدای تنگا رو در نهاره. حالا نمیدونم یعنی چی میگن عدای تنگا رو در نهاره، عدای تنگا رو در نهاره، تنگه دخترم پسرم. ما پدر سگ شنیده بودیم، پسر سگ و دختر سگ نشنیده بودیم.
روزتون خوش داشتن دیگه. الان داره اصلا داغون میشه از این درویی ها، از این تئاتر بازی کردن هموطنان. واقعا دمتون گرم. خدا رو شکر که هستین که ما میتونیم بعضی وقتا این دردامون رو اینجا برزیم بیرون، خودمون تخلیه کنیم. خیلی متشکرم. اینجا پل سیگ منطقه 28 میگه منطقه 9 اسمش از فریدنسبرگ که اون پشتش هم اون برجی که میبینی شاید هم خوب نبینین، برجیه که آشغالا رو میسوزونن، از سوختن آشغالا انرژی میگیرن، آب گرم تولید میکنن و این آب گرم رو میرسونن به خونه ها. این هم دو چرخ هستن، دو تا خانم خدا حفظ، چون این مردم لعنتش کنه که جلو ما دو چرخ سواری میکنه. و اینه دیگه عزیزم، به هر حال اینم کانال دانو، به وقت بیشتر از این نمیگیرم. خداوند حافظ همه شما باشه. سعی کنین که همیشه جانبه این سگش هم بغلش که تو این گرما داره با خودش میبره، حالا میذارش پای این سگ، این خودش برمیداره اگه خرابکاری هم کنه برمیداره تو کیسه و میندازه این ور اونور. خلاصه دیگه دوستان، هم همتون گرم. تا ویدیوی بیخواست بعدی همه شما رو به خدا می اینا رو میان اینجا خوش میکنن که بعد کود میشه میزن بغل درخت ها. تا ویدیوی بیخواستیت بعدی مثل همیشه شما عزیزان رو به خدا می سپارم. اینم کانال دانو و اونم پل فریدنسبرگه و اون طرف هم منطقه 20 و این طرف هم منطقه 9. شاد و تندرست باشید عزیزان.